بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وآله وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. امشب سخن از جانی جهان باید گفت، توصیف رسول انس و جان باید گفت، در شام ولادت دو قطب عالم تبریک به صاحب زمان باید گفت. مولود مسعود روح افزای غمزدای علت غایی موجودات پیامبر آخر زمان و امام صادق علیه السلام را به شما تبریک و مبارک باد عرض می کنم. به مناسبت اهمیت شخصیت، اول در رابطه با ولادت پیامبر اسلام و وقایعی که در او رخ داده است و سپس اگر رسیدیم در رابطه با خدمات امام صادق علیه السلام عرایض تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بلند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر بخاطر داشته باشید در سال گذشتم گفتم که ولادت پیامبر اسلام در عام الفیل، فارسی بگم در سال فیل، با وقوفی است. چرا این سال را به نام سال فیل مسمی کرده اند؟ مناسبتش این است که در اون سال ابرهه، با اون تفصیلاتی که گفته بودم تکرار نمی کنم، فیلهای چندی را با خود آورد که خانه کعبه را ویران کند و مردم را در کلیسایی که در صنعا ساخته بود دعوت نماید. قسمت های آخرش به شما بگم که ابرهه در همچ سالی با تعداد فیلها و 60,000 لشکر به قصد تخریب خانه خدا خودش را سرانجام در مکه رسانید. خیمه شاهانش را نصب کرد، تختی هم درست کرد و روی تخت جلوس کرد. به اعضایش دستور داد برین داخل شهر مکه بپرسید که رئیس مکه، بزرگ مکه، سید مکه کیست؟ هر کسی را که معرفی کرد احضار کنید نزد من بیاید. گماشتگان آمدن از هر که پرسید بزرگ شما کیست؟ همه گفتن عبدالمطلب. آقا را پیدا کردن،
دیدم یک شخصیتی که آثار عظمت و بزرگی و وقار از جبینش پیداست به نام عبدالمطلب. این گماشتگان تحت تأثیر اون شخصیت و کرکتر و عظمتی که این آقا داشت قرار گرفتن، با ملایمت صحبت کردند و گفتند آقا ابرهه با 60,000 لشکر و چندین فیل آمده است که خانه کعبه را ویران کند و مردم را در کلیسای زرکاری که در صنعا درست کرده اند دعوت کنن آینده مردم اونجا حج برن. شما را رئیس ما احضار کردن. حضرت عبدالمطلب چون کوه وقار و عظمت حرکت کرد به سوی خیمه ابرهه. نزدیک خیمه رسید، در صورتی که ابرهه بر تخت جلوس دارد، نظرش به صورت زیبا، قامت رعنا، چشمهای شهلا، شخصیتی بزرگ عبدالمطلب افتاد تحت تأثیر عظمت ساختمان وجودی عبدالمطلب قرار گرفت. روایتی دارد که نه، هنگامی که عبدالمطلب نزدیک خیمه ابرهه رسید، خداوند نور محمد از پیشانه عبدالمطلب بروز داد، نظرش به این نور رفت و خاضع شد، از جا بلند شد، به استقبالش آمد، به جای خود جای داد، مؤدب در حضورش نشست، صحبت آغاز شد، صحبت ها آغاز شد. دید که این آقا آنقدر با فصاحت، با بلاغت، مؤدبانه، عالمانه صحبت می کند که سنگ را آب می کند. از عظم در عظمتش پی برد، فهمید که این چهره چهره استثنایی هست، این شخصیت شخیص با کرکتر فوق العاده غیر از دیگران است. پیش خود گفت که این آقا به این عظمت، به این فهم، به این دانش، به این صحبت، به این نورانیت اگر از من چیز تقاضا کند قبول میکنم. دید هیچی نگفت برش، خودی صدا کرد گفت آقا عبدالمطلب، شما رئیس مردم مکه هستین، من ابرهه هستم، آمدم، اگر سؤالی داری، خواهش داری، از من تقاضا کن. حضرت عبدالمطلب یک سکوتی کرد، بعد گفت که ابرهه، تو که با لشکریان خودت اینجا وارد شدی، لشکر شما دست به تجاوز و تعرض و سرقت دراز کردن، مالهای مردم گرفتن و 200 شترم از ما گرفته، شترهای ما را بریم. اینه که گفت ابرهه سخت ناراحت شد، گفت آقا از شخصیتی مثل شما انتظار نداشتم که همچو یک تقاضای کوچک از من کنید. من آمدم خانه کعبه را ویران کنم، تو رئیس مکه هستی، در این باره صحبت نمی کنی، میگی شترهای من را بدهید،
او نمیدانن که عبدالمطلب با این حرف در مقابل او چه کسی را قرار میدهد. گفت ابره للبیت رب و انا رب الابل. گفت ابره بیت از خود صاحب دارم، من صاحب شترهای خود هستم، من شترهای خود از تو میخواهم. تو میخوای خانه خدا را خراب کنی، مقابل تو صاحب خانه یه خود خدایه، خواست دفاع میکنم. این حرفش تکان داد ابره را. در مقابلش کی را قرار داده؟ این 60,000 لشکر دارم. عبدالمطلب در مقابلش خالق لشکر و کائنات را معرفی میکنم که تو با او طرفی، نه با من. ابره ترسید. اطرافیان و شیاطین و خواسته های نفسانش گفت نه، مسئله نیست. خب ما فیل هایی داریم، یک فیل به نام محمود است که او مثل یک تانک کار میکرد، تانگای امروز. گفت میریم یک خانه گلیه خراب میکنیم، نه ترس. عبدالمطلب بیرون شد. آمد در مکه معظمم به تمام وجودش، دل و زبانش یک چیز میگه، صدا کرد الله، خدا تو میدانی که ما در برابر این افرید توانای مقابله تو جنگ نداریم، مقابله و جنگ نداریم. خدایا کعبه خانه توست، تو از خانه خود دفاع کن و ما را از شر این بیدادگر آزاد بساز. دعایش را کرد، با مردم اعلام کرد که ما مهتاب مقاومت با این افریت را نداریم، به کوها به دره ها پراگنده شوید. مردم پراگنده شد. ابره حرکت کرد که بیاد خانه کعبه را خراب کنند. فیلی که به نام محمود بود، در هر جنگ توسط او شاهد آرزو را در آغوش می کشید و پیروز می شد، پیش انداخت تا روح به سوی کعبه می شه می خوابه، روش به سوی سرا می کنه، مثل باد سرسر روان می شه. هر چی کوشش می کنه این فیل ها طرف خانه کعبه نمی آد. عبدالمطلب هم در کو کسی رو وظیفه داده که ناظر صحنه و وقایع باشد. خبر دادن آقا از دریا مثل ابر سیاه چیزی کنده شده، به این طرف مکه میآید. حضرت عبدالمطلب گفت که اون یقینا غضب خدا هست که بر اینها میاده. اینها مشغول همه تلاش هستند که زودتر حرکت کند، فیلها را بسیج کند، خانه کعبه را ویران کند، که این مرغ‌های ابابیل آمد بالای سر اینها سایه افکن. ابره گفت باز چانس با ما یه، خوشبخت ما هستیم، به خاطر که این مرغ‌ها آمده بالای سر ما سایه افگنده که ما به آسانی خانه کعبه را ویران کنیم. اما نمیدانه که نه، این لشکر خدا هست. خدا در قرآن نقل میکنم، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیراً ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل و جعلهم کعصف المأکول. این قرآن این قصه نقل میکنم. این مرغای ابابیل یک دانه کوچکتر از ارزن در منقار دارم، یک دانه در یک بال، یک دانه به دیگه بال.
بالای سر لشکر ابرهه رسیدن، هر یک از این مرغ‌ها یک دانه را رها می کرد. نشان آنقدر پخته بود که به فرق سر لشکر ابرهه می رسید، از ما تختش بیرون می شد و تمام بدنشان متلاشی می شد. امامزاده می گه بعید نیست که خدا در این دانه های کوچک نیروی اتم را جا به جا کرده است که تمام اعضای بدن اونها را متلاشی می کند. قرآن می گه که عصف معکول، چطور اینا را متلاشی می کند؟ مثل علفی که حیوانات می جود، اشقه، شفتل، اینا را شما ندیم کار دیگه می جود، خود می کند در دهن خود. بدن از اینها مثل علف کوبیده شده شد، نشها و زمین افتاد، فرار فرار شروع شد. ابرهام فرار کرد، یک مرغ او را هدف قرار داد، نش سنا بردن که طولانی میشد عرض بکنم اونها را. عبدالمطلب مردم دیدن که لشکر خدا پیروز بر این افرید گردید و بدنهای نحس اونها در روی خاکها فرش زمین گردید، همه جمع شدن در خانه خدا، جشن پیروزی گرفتن، شاداب شدن، مسرور شدن، احساس سعادت کردن و هم تبریک و مبارک باد می گفتن، صورت هم دیگر را می بوسیدن، پاکوبی می کردن. جشن از سرور از خوشحالی هست که غلام عبدالمطلب دوان دوان آمد خدمت آقا عبدالمطلب، گفت آقا جشن دیگری داریم، سعادت دیگری با ما رخ دادم. آقا چشم شما روشن که در خانه فرزند مرحوم عبدالله یک کودک متولد شده، محمد متولد شده. که از صورتش نور طرف آسمان تلالو می کند، بی خود همه ما خوشحال استیم، از در و دیوار جشن و سرور می بارد، دلهای همه خوشه، لبهای همه متبسمه، چهره های همه باز است، همچو کودکی خدا عنایت کرده است. پیامبر به دنیا آمده است، خاتم انبیا به دنیا آمده است، علت غایی موجودات به دنیا آمده است، مسافر سماوات به دنیا آمده است. عبدالمطلب حرکت کرد به خانه زنی که شوهرش دو ماست از دنیا رفته، به خانه آمنه آمد، زنی که هنوز به داغ شوهر و فرقت شوهر و مرگ شوهر می سوزد، اما دید نه، جبران شده. این خانم صورت شعشعانی شده، این خانم از حالت و حالت دیگر تغییر کرده، این خانم از نظر روحی تقویت شده است، کودک در بغل دارد، کودک را در بغل عبدالمطلب گذاشت که ظاهرا یک کودک است، در حقیقت کوه وقار است، کوه عظمت است، کوه علم است، کوه دانش است، کوه رحمت است، علت غایی موجودات و خاتم پیامبران است که در بغل عبدالمطلب قرار گرفته. با جشن و سرور این کودک را در خانه نگهبانی می کند، دیگه غم عبدالله فراموش می شد، جشن آمده، سرور آمده که متاسفانه مرض وبا شهر مکه را فرا گرفت و این مرض بیشتر بچه های شیرخوار از بین می بود.
مردم مکه تصمیم گرفتن، اعلام کردن که در خارج شهر مکه زنان مرضعه شیرده بیاین بچه های ما را از شهر بیرون کنن، که در شهری که این مرض به وجود آمده در بیرون شهر شیر دهن حفاظت کنن. ما با اونا پول میدیم، اجرت میدیم. از هر طرف مردم ریختن. از سعدیه که شنیدید این منطقه است مدت هاست باران نباریدن، حیوانات از بی‌علفی می‌میره، بچه ها از بدغذایی و بی‌غذایی بدنهایشان ضعیف و لاغر که پوست بر استخوان چسبیده و گوشت وجود ندارد، همه در حال گرسنگی و در حال هلاکت، قریب در هلاکت هستند. یک کاروان از اینجا بسته شد، گفت ما میریم بچه های مکی ها را بر میداریم، می آوریم، شیر میدهیم، پول میگیریم، مواد ارتزاقی میخریم، خود از مرگ نجات میدیم. کاروان بسته شد. حارس و حلیمه هم که یک بچه هم دارن، یک شطور لاغر دارن، سوار شدن. ما مکه میریم یک بچه گیری ما بیای برای شیر دادن. این شطور اونقدر لاغر و ضعیف و ناتوان که کاروان همه رفتن، او عقب مانده. تا اینها به شهر رسید بچه های ثروتمندان رزرو شده بودن، معامله شده بود، گرفته بودن. تنها بچه ای را که کس نخواسته بود بگیره پیامبر اسلام بود، به خاطر اینکه معروف شده بود به یتیم عبدالله. گفتن این بچه پدر نداره، یتیم نداره، یتیم است. اگر یک زمانی ما او را بگیریم و اجرت ما احتمالا نرسه، ما نمیگیریم، نگرفتن. حلیمه سعدیه دید همه چیز شکار شده، ناعلاج به خانه عبدالمطلب آمد. نظرش که به صورت زیبا و قامت رعنا و معنویت و چشمهای شهلا و جمال کشنده و کشنده عبدالمطلب افتاد، تحت تاثیر قرار گرفت. عبدالمطلب پرسید، گفت از کجا میایی؟ اسم تو چیست؟ قصه خاموش، قصه خاموش. از قصه میکنه بیرون بره، اینجا مزاحمت نکنه، صلوات ختم کنی شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. گفت آقا اسم ما حلیمه از سعدیه آمدم. عبدالمطلب گفت چه خوب، حلیم و سعدیه از جای سعادت آمدی. خانم حاضری که نوه یتیم ما را بپذیری، شیر بدی و از شهر بیرون ببری؟ اینه که گفت حلیمه مفقود من چی بگم؟ دو تا مشکل دارم. یک مشکل که شوهرش هم گفته بچه یتیم نگیر. مشکل دیگر این دو تا پستان دارد و یک بچه داره، یک پستانش خشکیده، یک پستان کمی شیر داره و یک بچه شیرخوارم داره. خدایا اگر بپذیرم شوهرم ناراحت شود، و بازم بپذیرم با یک پستان نیمه شیر دو بچه را چطور شیر بدم؟ یک نگاهی کرد و سر و صورت کودک، محبتش در دلش جای گرفت، به بغل خود خواست پیشانش را ببوسد که چشمهای سیاه پیامبر باز شد. به صورت و رنگ پریده و زرد غمدیده این زن خیره شد، نگاه کرد. با نگاهی نیم مست
ای شوخ جانم سوختی، آتش زدی در خرمنم، روح و روانم سوختی. یک نگاه کرد در دلش جای گرفت، فوراً عمو پستان که شیر داشت به دهنش گذاشت، دید نمی مکن. هر چی کوشش کرد نمکید، گداره که با سلیمان نمی چوشم، امی پستانی که شیر نداره با دهنش بگذارم. پستانی که خشک شده، شیر یک قطره نداره، در دهن یک کودک نهاد، تا شیر را، تا پستان را در دهنش گذاشت، احساس کرده که سیلی از شیر در پستانش پیدا شده. تا پیامبر مکید دهنش پر از شیر شد، این معجزه را دید. پستان دیگرش هم احساس کرد که او هم پرشیر شده، بچه خود با یک پستان، پیامبر و پستان خشک زده، خشک شده، در اونجا دوتایی شیر داد، هر دوتا سیر شدن، حرکت کردن، گفت میپذیرم، میبرم این کودک را. در اردوگان خودشان که در اونجا متوقف شده بودن، شترهایشان را بسته بودن، حرکت کردن. کودک در بغل حلیمه است، مادر غم دیدش آمینه هم بدرقه می کنه، عبدالمطلب هم بدرقه می کنه، بین را مادر خطاب می کنه، آمینه به این حلیمه خطاب می کنه، ای مادر متوجه طفل من باش، یتیم است، متوجه کودک من باش، مواظبش باشی که ناراحت نشود. هی توصیه می کند و عشق وداع می ریزد، وداع کردن و حرکت کردن، خلص کنم آمدن، در شهر خودشان رسیدن، در سعدیه رسیدن. باران آمد، زمین سبز شد، حیوانات فربی شد، نعمت خدا سرازیر همه سرازیر آن مردم گردید، از نعمتهای خدا برخوردار شدن. دو سال شیر داد، باز به این فکر افتاد کار بکند، تمدید شود این مزرعه گیری، این شیر دهی من تمدید بشود. موافقت شد، در سنین 14 داستان‌های دیگه داره که نمیتونم عرض بکنم. در سنین 4 سالگی که رسید، یک شب بیدار شدم که پیامبر نیست. خدایا پیامبر کجا رفت؟ این بچه با برکت و با عظمت که از کدومی او شهر ما سرسبز شد، از کدومی او ما به سعادت رسیدیم، خدایا گم شده از کجا پیدا کنیم؟ گشتم و یک جای تاریکی را پیدا کرد که کودک 4 ساله نشسته، متصل یک جمله را میگه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدای نیست جز خدای واحد، ذکر میگه. اینجا یک سوال مطرح میشه که پیامبر گرامی اسلام در سنین 40 سالگی مبعوث به رسالت شد. قبل از اینی که مبعوث به رسالت بشه، دین پیامبر چی بود؟ پیامبر دین داشت یا نداشت؟ اگر دین داشت، کدام دین دین پیامبر بود؟ 4 روایت نقل میکنم. یک راوی میگه که در اون زمانی که پیامبر اسلام متولد گردید، دین مسیح رسمیت داشت، حضرت مسیحی بود. یکی میگه نه، به دین حضرت ابراهیم بود، که دین ابراهیم همون دین اسلام است و صاحب شریعت و شیخ الانبیا بود. یکی ایره میگن، اما هیچ مورخ ننوشته، هیچ کس ندیده که پیامبر در معبد یا مرکز عبادت
پیروان حضرت ابراهیم یا پیروان حضرت عیسی دیده شده باشد که با آنها یک جای عبادت کنه، هیچ کی ندیده. روایت دیگه میگه بله حضرت دین داشت، اما ما نمیدانیم که دین پیامبر چی بوده. روایت چهارم این است که اون حضرت قبل از نبوت خودش مشخصا از طرف خدا مأمور به یک برنامه بود که بر اساس همون برنامه در مکان خلوت و خصوصی دور از سایر معابدی که دیگرها داشتن خدا را عبادت میکرد. این نظر چهارم مطابق با حقیقت است و صحیح است، چون قرائن تاریخی و روایت های اسلامی در او دلالت میکنه. ما روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام بعد از آنی که از شیر جدا شد، روح القدس با بعضی از فرشته ها پیامبر را تأیید کردند و اونها با پیامبر آموزش میداد و پیامبر اسلام از اون با بعد صداهایی که از ماورای طبیعت به گوشش می آمد، چیزهایی به پیامبر اسلام در خواب الهام می شد. از همین جا هست که علامه مجلسی استدلال می کنه، 6 دلیل می گه که می گه پیامبر اسلام قبل از آنی که این حضرت با مقام رسالت و مبعوث بشود نبی بوده. نبوتش از همین جا اثبات میشه که در خواب اعلام میشده، صداهای فرشته را میشنیده، خودش را نبی دیده است و فرشته ها او را آموزش ویژه میداده که غیر از آموزش اون ادیان قدیم است و به او دین اسلام را یاد میدهد. و دلیل می آورد علامه مجلسی از نهج البلاغه: ولقد قرن الله به من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکه یسلکه به طریق المکارم والمحاسن الاخلاق العالم لیله و نهاره. این از نهج البلاغه دلیل می آورد. خطبه 192، یعنی همان زمانی که رسول خدا از شیر باز گرفته شد، خدای بزرگ بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را مأمور کرد تا شب و روز او را براهای بزرگواری و دوستی و طریقه اخلاق و نیکی سوق بدهد. این آقا هست، این آقا هست که آنقدر رشد کرد، آنقدر رشد کرد، کارش به جای رسید، از عیسی بالاتر رفت، از جبرائیل بالاتر رفت. در قصه معراجش دیگر پیامبر آنقدر بالا رفت که یک وقت متوجه شد که جبرائیل نیست. صدا کرد: جبرائیل رفیقی به وفا نباش، کجایی؟ بیا. گفت: آقا، به مقامی که تو قدم گذاشتی اگر من یک بال بزنم بالم میسوزد. این تویی که بالا را گذاشتی. دنافت الله. مقام قرب چنان تن شد محمد را که خواست حل کند از صفحه میم احمد را. به این مقام رسید: ز احمد تا احد یک میم فرق است. احمد محمد، ز احمد تا احد یک میم فرق است. جهانی اندرین یک میم غرق است. شاعر دیگه چی میگه؟ میگه نه، یکی پیامبر با بالا برد، با معراج رسان. به این منظور نیه که مقام پیامبر بالا برد، مقام پیامبر معلومه. غرض این بود که عرش
بله علین پیامبر متبرک شوه. چی میگه؟ میگه زهی گرفت جمالت ز ماه تابان باج، شهان جمله جهانن به سفره محتاج. غرض رسیدن نعلین بود بر سر عرش، غرض رسیدن نعلین بود بر سر عرش، وگرنه لایق بزمت نبود این معراج. غرض مگه این بوده؟ نه اینکه مقام تو بالا بره. خدا این پیامبر آنقدر بالا برد، آنقدر بالا برد که هرچی نبی، هرچی شریعت قبل از او بود همه را منسوخ کرد. و خداوند فرمود، اعلام کرد مردم، ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. ای مردم، پیامبر پدر اینجا که مرگای شما نیست که داستانی داره که او داستان را عرض کنم طولانی میشه مجلس. پدر هیچ یکی مردای شما نیست، اما چی است؟ رسول خداست، رسول و خاتم النبیین است. ختم کرده نبوت را، کریم و سجایا جمیل و شیم. چه خوب میگه سعدی، کریم و سجایا جمیل و شیم، نبی البرایا شفیع الامم. کلیمی که چرخ فلک توری بوست، همه نوری اوست. یتیمی که نا کرده قرآن درست، یتیمی که نا کرده قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست. نه از لات و عزا برآورد گرد که تورات و انجیل را منسوخ کرد، اونها را منسوخ کرد. یکتان در میدان قرار گرفت و گل سر سبد موجودات کردید. کارش به جای میرسه. ای پیامبر چون شب ولادت از سایر بحث هایی که امروز در جهان شد زیاد لازم نیست، در رابطه با این مسائل کار پیامبر به جای رسید، به جای رسید که از عشق پیامبر، از محبتی که در قلب زلیخا پیدا شد، حاجاتش برآورده شد. داستانش میدانید چی است؟ زلیخا را چوپیری ناتمام کرد، از عشق یوسف میسوخت. شاعر میگه زلیخا را چوپیری ناتمام کرد، گلش را دست فرسود و خزان کرد. در آن پیری که صد غم حاصلش بود، همان اندوه پیری در دلش بود. دلش با عشق یوسف داشت پیوند، ز هر چیزی به یوسف بود خرسند. سر موی ز عشق او نمی کاست، به جز یوسف نمی جست و نمی خواست. تا پیری هم همینطور بود. روزی که شرف ملاقات حاصل شد، جان کلام این جایه، حضرت یوسف گفت زلیخا چرا این کار کردی؟ خود هم اذیت کردی، مرا هم اذیت و آزار کردی، برای چی این همه مصیبت خود متحمل شدی و بر من روا داشتی؟ گفت یوسف حسن تو مرا وادار کرد که همچی دیوانه شوم، فریفته و دل باخته شوم. از جوانی تا پیری یوسف یوسف بگم، که او شاعر جسارت میکنه، میگه حسن یوسف با زلیخا چی ستم ها که نکرد، خوبرو سنگدل است گرچه پیامبر باشد. ببینید، گفت حسن توی کار کرد. اینجا یوسف یک جمله گفت، گفت زلیخا تو حسن مرا دیدی دیوانه شدی، با این بدبختی ها خود را گرفتار ساختی، عاشق و دلباخته و فریفته حسن من شدی. اگر تو پیامبر آخر الزمان حضرت محمد بن عبدالله را می‌دیدی چی می‌کردی؟ تو که
خود راست گفتی. گفت از کجا فهمیدی که راست گفتم؟ تو که ندیدی او را. گفت درستم من ندیدم تا تو نامش گرفتی. چنان محبتش در دل من جای گرفت که با تمام وجود عاشقش شدم. خدا چه کار میکنم؟ یوسف الان که محبت حبیب ما، محبت پیامبر آخر الزمان، محبت علت غایه موجودان در دل زلیخا جای گرفته. یوسف با زلیخا بگو سه حاجت هر چه داره بخواد ما برآورده میکنم. گفت زلیخا حالی که محبت پیامبر آخر زمان در دل تو جای گرفته است، سه حاجت طلب کو. حاجت در خدا برآورده میکنم، من شفی میشم. گفت این کار شدنی؟ گفت آره. گفت اول حاجتم این است از خدا بخوا که جوان شوم، باز 14 ساله و 13 ساله بشم. گفت قبولم. حاجت دومم این است تو شوهر من باشی. حاجت سوم من این است که در بهشت با تو همراه باشم. همه قبول شد، جوان شد. حضرت یوسف مأمور به ازدواج شد، در بهشتم بایش هست. چرا؟ محبت پیامبر به او دل جای گرفت و حاجاتش برآورده شد. پس شما کی هستید؟ شما آیان و خواهرانی که با این هوای سرد از راه‌های دور آمدین، آیا محبت پیامبر شما را کشانده یا کدام چیز دیگه این وجود ندارد؟ شما در دل شما محبت پیامبر است که اینجا آمده اید. عشق پیامبر شما را اینجا کشانده. خوشا به حال شما. ما هم بار الها میدانیم که عشق پیامبر در هر دل باشد تو حاجات چه برآورده میکنی. شما مردم، مردم نمازخوان، متدین، عاشق پیامبر، دلباخته انبیا و اولیا در این شب آمدین، میتونیم که ما هم دعا کنیم. حاجت تا میتونین از خدا بخواهید. و امشب که با محبت پیامبر جمع شده ایم، بگیم که یا حمید و به حق محمد، ما را از جمله امتان واقعی پیامبر قرار بده. الهی ما را به آبروی محمد، به دین اسلام و به آیین قرآن و پیروی از ائمه اطهار، ما و اولادهای ما، زن ما، بچه ما، خانواده ما را خدای با آبروی محمد خودت حفظ بفرما. یه هر حاجتی دیگه داشته باشین از پیامبر شفیع قرار بدین. شما دوستای پیامبر هستید، حاجات شما برآورده بشه. این پیامبر، پیامبر خاتم النبیین است و خاتم المرسلین است. که بحث است که خاتم المرسلین و خاتم النبیین چی فرق دارد از نظر نسب اربعه، که در از او بارها نمیرسم. و این پیامبر گرامی اسلام که امشب شما با منظور بزرگ داشت و تجلیل از ولادت با سعادت او تشریف فرما شده اید، بنیانگذار اسلام اصیل است. مکتب دارد، ائمه در مکتب او تربیت شده است. امام صادق علیه السلام شاگردی این مکتب است. همونطوری که پیامبر گرامی اسلام بنیانگذاری دین مقدس اسلام است، امام صادق علیه السلام بنیانگذار رسمیت مذهب تشیع است. که در زمان امام صادق علیه السلام شاگردایش هر کدام یک مذهب ساختن، حنبلی شد و شافعی شد و حنفی شد، مردم به چند دسته تقسیم شد.
مردمان پیروان ائمه را امام صادق علیه السلام دور خود جمع کرده. در اینجا که ما را جعفری میگه، ما از تمام انبیا، از تمام امامان پیروی میکنیم. اگر مشهور به جعفری شده ایم به خاطر این که در همون دوره و زمان که مردم را به چهار طرف میکشانیدن، امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد تربیت کرد که هر شاگرد صدها حدیث از حضرت داشت. اینها مذهب تشیع را رسمیت دادند، چون مذهب تشیع را در دوره امام صادق علیه السلام رسمیت پیدا کرد، ما را جعفری میگوید. و شیخ مفید اعلی الله مقامه درباره امام صادق علیه السلام میفرماید که اون حضرت فرمود ما گذشته را میدانیم، ما آینده را میدانیم. گفت به ما علم الهام میشه، ما صدای ملائکه را میشنویم اما خود ملائکه را نمیبینیم. ما دارای علم جفر قرمز هستیم، ما دارای علم جفر سفید هستیم. در نزد ما صحف فاطمه هست، در نزد ما جامعه هست. پرسیدن آقا اینها چیه؟ حضرت فرمود که جفر قرمز ظرف است که در اون ظرف صلاح پیامبر گذاشته شده. این سلام از این ظرف بیرون نمیشه تا مهدی ما ظهور کند. موقعی که امام زمان ظهور کرد به او سپرده میشه. فرمود جفر سفید یک ظرفی است که تورات اونجا هست، انجیل آنجا هست، زبور آنجا هست، کتب آسمانی اونجا هست. صحف فاطمه کتابی فقهی نیست، امر در امر و نهی چی نیست، از وقایع آینده اطلاع میده. کی پادشاه میشه، کی ظالم میشه، کی مظلوم میشه، داعش کی پیدا میشه، بدعتگران دیگر از کجا پیدا میشه، چه مردمی به نام اسلام تظاهر میکنه، چه مردمی اسلام مسخره میکنه، چه مردمی اسلام وسیله و دام قرار میدهد، چه مردمی دین را میفروشن پول میگیرن، دین را میفروشن کارهای دیگر میکنن. اینها در صحیح فاطمه نمیشه. در جامعه همین طور تمام احکام شرعیه همه و همه، همه دیه ها، همه جزاها، همه کیفرها، همه در جامعه نمیشه. حضرت فرمود که اونها تمام نزد من است، اما بیشتر از این وقت مساعدت نمی کنه که من خدمت شما عرض بکنم. یک شعر می خوانم و کلماتم را ختم می کنم. صلوات ختم کنید شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آغاز به نام پیامبر و ختمم به نام پیامبر باشد. بیاز صبح و از روی محمد سواد شب زگی سوی محمد همه با هم محمد یا محمد یا محمد صدای بلند شبه محمد به قناتش برسه محمد یا محمد یا چه خوش باشد نماز وحدت اما و محراب دعا روی محمد مسلمانان نفاق از دل برانید و خوی محمد محمد یا محمد یا محمد بلند محمد یا محمد
يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق حسن يا قديم الاحسان بحق الحسين الهي مارس پیروان دین پیامبر قرار بدی خدایا برای همه ما توفیق عبادت ترک معصیت خودت ارزانی بدار الهی امام زمان ما را برسان خدایا از شر این اشرار موجود که اسلام و تشیع را تهدید می کند همه مسلمانان و تشیع را نجات عنایت بفرما دشمنان دین و مذهب را نابود بگردان فرزندان ما را مؤدب و آداب دین بگردان مریض های مؤمنین را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اللهم اغز لنا حوائجنا الشرعیه ظاهریتا و الباطنیه دنیویتا و اخرویه بحق محمد و آله خیر البریه و بحق سورة المبارکة الفاتحه مال اخلاص و السلام